بسم الله الرحمن الرحیم. ما در این عرایض که خدمت حضار گرامی و شنوندگان محترم و بینندگان عرض خواهیم کرد، در پاسخ سوالاتی است که دوستان محترم کردن، سوالات متعدده، خب ما نمیتوانیم که این سوالات رو ناگفته بذاریم، بی پاسخ بذاریم، اینو اهانت میشه. از طرفی تمام وقت ما رو میگیره در پاسخ دادن، ناچار لااقل به اندازه‌ای که مقدور هست باید پاسخ آقایون محترم و خانم‌های محترمه رو بدیم که گله‌مند نشن از ما. یک کسی از بینندگان این برنامه‌ها مرقوم فرمودن که آقای مشیری به عنوان یک ایرانی از سنت و تاریخ ایران دفاع می‌کنه، شما چرا از سنت و تاریخ حجاز و عرب دفاع میکنید؟ خدمت شما باید عرض کرد که اساساً ما عرب و عجم نباید داشته باشیم، ما باید دنبال حقیقت باشیم. اگر از فرهنگی دفاع میکنیم، عناصر صحیحی که در هر فرهنگی هست اونا رو بشناسیم دفاع کنیم، خواه ایرانی باشن، عرب باشن، غیر ایرانی و غیر عرب باشن. این تقسیم بندی ها تعصب ایجاد میکنه. پیامبر ما وقتی فرموده اطلب العلم ولو بسین، دنبال دانش باشید ولو در چین باشه، در اون زمان چین که علوم اسلامی درس نمیداده، بلکه هر جا حقیقتی پیدا بشه انسان حقیقت جو باید اون رو بپذیره. من نمیخوام اینجا تعصب نشون بدم و ذکر این مطلب رو بکنم که اسلام وقتی وارد ایران شد که اون ایران باستانی متمدن از هم قوی شوکت و آنچنانی به دست ساسانیان بعد از خسرو پرویز از بین رفته بود، در اثر جنگ های فرسایشی که کرده بودن با رومی ها مشکلات زیادی پیدا شده بود برشون. اون آیین سره و خالص زرتشت تبدیل به دوگانه پرستی شده بود، آتش که قبله بود معبود شده بود، در برابرش نیایش میکردن، تعظیم میکردن. خود یزگرد، چون که کریستنسن در تاریخ ایران قدیم ساسانیان، تاریخ ساسانیان نوشته، 3000 رامشگر و آشپز داشته. مملکت وضعش اینطوری بود که پادشاه 3000 نوازنده و آشپز داشته. بعد این پادشاه در حالی که به کشورش حمله شده چقدر منفور مردم بوده که از این شهر به اون شهر می رفته که بلکه سپاهی فراهم بکنه که دفاع بکنه، ولی هیچ کس اجابتش نمی کرده و بالاخره به قول فردوسی به دست آسیابانی به طمع لباس زربافتش کشته میشه. یه همچین کسانی حاکم شده بودن. از طرفی دانش و علم و حکمت مخصوص طبقات معینی بود. فردوسی همون داستان اون کفشگر را آورده که مدتها پولش رو کنار گذاشت به انوشیروان عادل تقدیم کرد برای اینکه پسرش اجازه تحصیل داشته باشه، گفت نه، پسر تو از یه طبقه دیگه است. بنابراین اون ایرانی که تو ذهن شما هست و با تجرید ازش یاد میکنین، در وقتی که با اسلام روبرو شد اون ایران نبود و الا اونطور دچار ضعف نمی شد، شکست نمی خورد از عرب. و ایرانی ها وقتی که مدتی در همون فرهنگ منحطی که ساسانیان در واقع و روحانیین زرتشتی که انحراف پیدا کرده بود از دیانت زرتشت اونجا می زیستن، وقتی که با توحید اسلام و با دیگر مزایای اسلام برخورد کردن،
خودشون قبول اسلام کردن. دین یه چیزی نیست که به زور به کسی بشه تحمیل کرد. اسکندر یونانی حمله کرد به ایران، ولی ایرانیا آیین یونانیان رو نپذیرفتن. مغول‌ها حمله کردند، با اینکه باز ایرانیا شکست خوردن، ولی آیین مغول‌ها رو تحت تأثیر قرار دادن. پس چه بود که این ایرانی روشن اصیل وقتی که با اسلام برخورد کرد قبول اسلام کرد؟ جزی عده‌ای که جز اقلیت‌های مذهبی شدن و اسلام هم کاری با اونا نداشت، به دلیل اینکه جهانگردانی که دو سه قرن بعد از اسلام، ورود اسلام ایران رو گشتن و سفرنامه نوشتن، همه نوشتن که آتشکده ها آباد بوده، مردم آزادانه می آمدن می رفتن و همه رو از بین نبرده بودن، ویران نکرده بودن. مقصود این که در این بحث وارد شدن خودش یه بحث طولانی است، ولی می خواهم بگم عده‌ای چنان متعصبانه از ایران دفاع میکنن که حتی این دوران پریشان ساسانیانو که اتفاقا مواجه شد با اسلام و بسیاری از ایرانی ها اسلام پذیرفتن و مدافع اسلام شدن، اینم حتی جز امتیازاتش میدونن. اینطوری نیست. ما دوره عرب رو هم دورهای تاریک در اونجا هست، مگه دوره یزید، دوره معاویه، دوره اموی ها، دوره بعض از عباسی ها؟ عرض کنم که دوران پستی نبود، دوران خفتباری نبود. ما باید دنبال حقیقت باشیم. در ایران قدیم هم امتیازاتی بوده، عدالت‌هایی بوده، کوروش بزرگ بوده، شخصیت‌هایی بودن. در تمدن‌های دیگه هم همینطور. حرف من اینه که تحقیقات تاریخیمون رو با انصاف بکنیم، مدارک رو نیمه کار نخونیم. اگر امتیازی در قومی هست اونم یادآور بشیم، اگر ایرادی هست ایراد رو هم ذکر بکنیم، مانع نداره. آزاداندیشی همینه، غیر از اعمال غرض و تعصبه که چرا شما از فرهنگ عرب دفاع میکنیم. فرهنگ عرب هم در خیلی قسمتاش قابل نقده، همطور که عرض کردم در خیلی از دورانها. ایران قدیم هم امتیازاتی داره، بعضی از ادوارش قابل نقده. به هر حال این بحث ها باید کنار بریم. یکی از دوستان محترم سوال کردن که در ایام فاطمیه با یکی از دوستان که صحبت شد، ایشان اینطور میگفتن که حضرت فاطمه در 18 سالگی فوت شدن و در آن زمان 4 فرزند داشتن، یعنی ایشان در مدت 8 سال با فاصله 2 سال به 2 سال 4 بار حامل بودن، یعنی به عبارت ایشان با سن 8 تا 10 سالگی ازدواج کردند و همین امر هم موجب فوتشان شد. خواستن ببینن که چطور در این سن و سال میشه ازدواج کرد. بعد مرقوم فرمودن که بنده با وجود این که در مدرسه و دانشگاه در ایران از آموزش های دینی برخورد بودم، از پاسخ به چرایی این سوال متاسفانه ناتوانم. این است که خوشحال میشم توضیح در این باره بفرمایید. تشکر از لطفشون میکنم. این موضوع مشکلش این است که به قول عرب ها رب مشهور لا اصل له، چه بسا یه چیز مشهوری که اصل نداره. در بین ماها شایع شده که حضرت فاطمه در 18 سالگی فوت شدن، با وقت این مشکل پیدا شده ایشون چه سنی ازدواج کردن که در 18 سالگی 4 تا فرزند داشتن. اما مدارک اصلی تاریخ چیز دیگه نشون میده. بعضی گفتن ایشان در 27 سالگی ازدواج چیز وفات کردن. حتی از حسن مصنع پرسیدن، یه کسی گفته که فاطمه در زیر سن 20 سالگی فوت شد، ایشون گفته شما سن مادر من رو بهتر میدونید یا من که نوه اون هستم. حسن مصنع پسر امام حسن مشهور بودن و ایشان در 27 سالگی فوت شدن. این که ما میگیم در 18 سالگی، این مشهور بین محدثین شیعه شده
و بین مردم هم شایع شده قبول کردن، و الا حتی در کتب خود شیعه قول دیگر هم هست. الان یک کتابی جلوی منه، اعلام الورا به اعلام الهدا، این مال همون شیخ تبرسی یا تبرسی که اصلش تفرشی بوده، که از علمای قرن ششم هجری است، که صاحب تفسیر مجمع البیان و جامع الجوامع و به اصطلاح شخصیت خیلی مبرز و عالم مشهوری است. ایشان در همین کتاب خودش شرح زندگی ائمه بزرگوار اسلام را آورده، در باب ششمش ذکر حضرت فاطمه و وفات ایشون رو کرده. بعد نوشته که روی عن جابر ابن یزید قال سئل الباقر کم عایشت فاطمه، میگه جابر ابن یزید گفتش که از حضرت باقر سوال شد، امام محمد باقر، که حضرت فاطمه چقدر عمر کردن بعد رسول الله. قال 14 و توفیت ولها 23 سنه. ایشان گفتن که 4 عمر کردن و فوت شدن در حالی که 23 بود. بنابراین 18 رو باید 5 برید جلوتر. تازه آثار دیگه هست که 27، این در صفحه 161 قضیه مطرح شده. بعد نوشته که و هازا قریب و مما روت العامه، و این نزدیک اون چیزیست که سنی هم همین گزارش رو کردن، یعنی در این روایت، در این حدیث، شیعه و سنی توافق با هم دیگه دارن و از اون 18 خیلی قوی تره. بنابراین جواب اون برادری که به شما اشکال کردن میشه داد که بله، سن حضرت فاطمه در هنگام وفات 18 نبوده که اون حساب شما روش بکنید. بله، یکی از برادرای گرامی مرقوم فرمودن که زمانی که منتقدین میخواهند به نقد اسلام بپردازند و وحشیگری موجود در اسلام را نشان دهند، با استدلال مسلمانان مواجه میشوند که باید به عقاید دیگران احترام گذاشت. اصولا احترام گذاشتن به عقاید دیگران کار احمقانه است، چرا که نمیتوانید به عقیده همه احترام بگذارید. تا آخر حالا مطالبی که مرقوم فرمودن همش توضیح همین موضوعه. ببینید، نپذیرفتن یک عقیدهی غیر از بی حرمتی کردن به اونه و تهمت زدن و افترا زدن به اونه، یا با الفاظ رکیک از شخصیتها یاد کردنه. در قرآن کریم آمده لا تسبوا الذین یدعون من دون الله و یسبوا الله عدوان بغیر علم، سوره انعام. میفرماید که معبودهای مشرکان رو هم شما فحش و ناسزا بهشون نگید، چون مشرکان روی نادانی به خدای شما توهین میکنن. بنابراین بنا رو بر اهانت اگر بذاریم، خب اصلا جنگ و دعوا میشه، تعصبات طرفین رو برمیانگیزه. بنا رو بذاریم بر نقد صحیح علمی. شما میخواید بگید که پیامبر اسلام اشتباه کرده مثلا، یا بالاخره این عقیدش درست نیست. خب میتونید بگید محمد اشتباه کرده به این دلیل به این دلیل، اما توهین کردن و اهانت کردن به اون شخصیت که میلیون ها مسلمان عرض کنم از جان و دل او رو دوست دارن، این روحیه اونها رو جریحه دار میکنه. آقا منطق بیار، دلیل بیار. به قول سعدی گفته که دلائل قوی باید و معنوی، نرگ های گردن به حجت قوی. منظور ما از اهانت نکردن این نیست که شما فورا هرچه که اسلام گفته تقلیدی و بدون دلیل قبول بکنید. ناسزا گفتن یعنی چه؟ تحریف کردن تاریخ یعنی چه؟ چیزهایی که پیامبر اسلام نگفته به اون نسبت دادن، یا یه مطالعه سطحی رو بعضی از آیات کردن بدون دقت و تدبر، فوری اظهار نظر تند و خشن کردن، اینا صحیح نیست. کما که نسبت به آراء خود شما اگر کسی
این طور قضاوت و داوری بکنه، شاید فریاد اعتراض شما بلند میشه. محیط علمی، محیط تحقیقی، محیط ادب باید باشه، محیط آرامش باید باشه. بنده هیچ وقت در نظر ندارم که با آقای مشیری توهین بکنم، اهانت به ایشون بکنم، ولی نقد علمی مطالبشون رو میکنم. با احترامم میگم جناب آقای مشیری اینجا اشتباه کرده، عینک سیاه زده، تعصب ورزیده، مطلب رو نصف کاره خونده، ولی اینا رو من میگم. چه لزومی داره که ما با هم دیگه اهانت کنیم و احساسات یکدیگر رو جریحه دار بکنیم و بحث رو از مجرای منطق به مجرای عواطف و احساسات و این قضایا بکشیم؟ بالاخره انسان این احوال رو هم داره دیگه. به کسی خوش آمد بگید یا توهین و ناسزا بهش بکنید، روحیش فرق میکنه. ما انسانیم، سنگ و چوب که نیستیم. این است که این برادر محترم باید متوجه این قضیه باشن. نقد منطقی ایشون رو بردیده می نهیم و پاسخ می دیم، اما توهینات رو عرض کنم که این مثلا آخر نامشون نوشتن که ای عرب زاده این را بخوان. خب این لحن، حالا نمیتونستی بگی طباطبایی این رو مطالعه کنید؟ چه لزومی داشت؟ حالا من ناراحتم نشدم از این قضیه، ولی من به عنوان پدر شما که 76 سال عمر کردم و تجربه دارم میگم آقای محترم، این طرز صحبت کردن در دیگران مؤثر نیست، حتی منطق شما رو تضعیف میکنه. اگه شما با احترام منطقتون رو عرضه بکنید، چه بسا بیشتر مقبول مردم قرار بگیره تا با توهین و اهانت و اینها. و السلام علیکم و رحمت الله.